بریم. کجا؟ پاشو بریم خونه سردار خان. که چی بشه؟ آگوش وگیر ما میخوایم اونجا جلسه بذاریم، از خودمان گروه تئاتری در بکنیم. خب ما میخوایم تئاتر را بندازیم. خب تئاتر به من چه ربطی داره؟ نه تو باید نظر بدی. تو باید راجع به این موضوع نظر بدی. الان نظر بده. نظر بده. برای این تئاتر من رزم با شکوه رستم و سهراب رو انتخاب کردم. و اگه الان دارین اینجوری منو نگاه میکنی که ازتون بپرسم رستم و سهراب کیه، که بعد شما بگید نه سخت در اشتباهی. هایی رستم و سهراب که و گفته یعنی چه؟ خب خیلی مختصر و مفید اگه بخوام بهتون بگم رستم و سهراب کیم، باید بهتون بگم که ببینید رستم پسر رودابه، که خود رودابه برای خودش یلی بوده، و تهمینه دختر کیکاووس با هم ازدواج میکنن، که حاصل این ازدواج میشه یه پسری به نام سهراب، که سهراب هم بعدن بزرگ میشه و برای خودش یه پهلوونی میشه. بعد وقتی سهراب بزرگ میشه و برای خودش پهلوونی میشه، تصمیم میگیره که شاه ایران رو از تاج و تخت بکشه پایین و پدر خودش رستم رو به جای اون بشونه. افراسیاب این وسط موش میدونه و وقتی میفهمه که در واقع رستم نمیدونه که سهراب پسرش هستش، میاد تو جنگ ایران و توران این دو نفر رو مقابل هم قرار میده و رستم بدون اینکه بدونه سهراب پسرشه میزنه سهرابو میکشه، و وقتی میکشتش تازه دستشو میزنه بالا، میبینه بازوبند خودش به بازوی سهرابه. عمرن اگه فهمیده باشی من چی گفتم الان داری منو اینجوری نگاه میکنی. بسیار. حالا در این مرحله میخوایم بازیگر انتخاب کنیم، یعنی مهمترین مرحله انتخاب بازیگر هست. نکته مهم در این مرحله توجه به علایق و دغدغه‌های خود بازیگر هست. با توجه به این نکاتی که به شما گفتم، الان کی دوست داره نقش رستم رو بازی کنه؟ من. سهراب رو؟ من. رودابه؟ من بازی می‌کنم. رخش؟ من. میخه طویله؟ من می‌خوام بازی می‌کنم. کلاغ؟ گنجیش؟ آدم نفهم؟ تست بازیگری میگیریم. تست بازیگری. خب من بخوام رول جوان اول بازی بکنم، یعنی زالو دیگه. نقش سهراب بازی بکنم چیگر؟ سهراب که خب ببخشید روم به دیوار، شما جای با بزرگ سهراب این سالی. حرف موف از خود در بر نکن، مگه من چند سالم بید؟ هیچی، دو سه سال از ماموت بزرگترین، فکر کنم سنی به حساب نمیاد، ولی به هر حال نقش سهراب برای شما کوچیکه، میدونی اصلا جای کار زیادی نداره. آها پس نقش رودابه بازی بکنم. ببخشید شما چرا پشتتون رو به من کردین؟ خب من از پشت سرم خوب بازی بکنم. من پشت سرم حسابی حس منتقل بشه. حال بکن میمی که پشت سرم و اگه میشه برگردید که من ببینم با صورتتون هم میتونین همین میمیک رو بدید به خوبی پشت سرتون هست یا خیر. بله حالا حس منتقل بشد. نه خوب الان تا بازی نکنید که من متوجه نمیشم. بازی بکنم الان. بله چیه؟ این چیه الان؟ این عصبانیت خردو خان بید. حالا این یکی ای الان خرزوخان افسرده و شده. حالا یکی خرزوخان در حال خنده. حال و کردی خیلی قشنگ بازی و کردم. افتضاحه. بفهمیدم الان یه چیزی آدم و یفتم. من تا وقتی گردن و خود نوزنم جور نوشه این احساس. آقا چه ربطی به این بساطا داره بازیگری؟ ربط نه، و تو اصلا به این قلقای بازیگری اصلا آشنا نبیدی. باید این کارا رو بکنی تا بهتون حس بگیری. حالا نگاه بکنم. سلام علیکم. بله جانم بفرمایید. ببخشید مزاحم شدم، فقط یه سوال داشتم، خواستم ببینم من تو این نمایش اصلا نقشی دارم. بله شما اجازه بدید من بررسی ها رو انجام بدم ببینم یک نقشی هم برای شما هست، ما بذاریم کنار. خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. سلام آلفرد هیچکار، تو اینجا چیکار میکنی؟ تو کجا اینجا و کجا؟ خوب بازی میکردم. حالا چی میخوای واسه بازی میکنم؟ خیلی حس گرفتی. خواهش میکنم.
بازی بکنم برای آره بازی رستم و کوچولو. بیدن یا نبیدن مسئله این بید، آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن بید که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پیشه را تاب و یاورد، یا در یا این که در برابر دریای فتنه و آشوب سلاح بر و گیرد و با ایستادگی خیش بدان همه پایان بدهد؟ بیدن یا نبیدن. حالا من آوازم بخونم بسطش. خب تو چه کاری بلدی؟ من تیپ بازی بلدم وکیلم. شوخی تیپ؟ جدی میگی؟ شوخی میکنی؟ نه کیوون تیپ ساز تو برده معروف بی. بله بسیار خب بازی کن ببینیم حالا. تیپ درک رو بخوام بازی وکیلم. دستا بالا. من درک هستم و معاونم هنری بید. وزیرم تو دهنت ها. آفرین 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 خیلی خوبه. آخه ما نقشه هفتیرکش نداریم، میتونی یه چیز ملایم تر بازی کنی. ها این بامشاد تو سریال نقطه وکشین اگوه بی وفایی بی وفایی دل من از گست داخون بیده. خیلی خوب بود خیلی خوب بود. البته خب اینجوری خیلی موزیکال هم که نیست نقشه، یک کم خشنتر ها. این سریال جایزه بزرگ کامبیز باقی بخوام. چی داشت؟ چی؟ دستیم با ای والا چی؟ فول بده آنه. فهمیدم باشه بسیار خوب. حالا چی دوست داری بازی کنی؟ نقش کسی که پول بگیره. پول چی؟ پول زور بگیره. وخوام برم عروستم پول زور بگیره. بله حتما بر اساس قابلیت های شما میدیم یه شاهنامه بسراین. بله فقط بگویم که من زودتر از ظهر نبایم سر کار. چرا؟ چون زورم زیاد بید. دستمزدم هم خیلی بالا بید. هفته دو روزم مرخصی وخوام. خیلی هم پول بالایی وخوام بگیرم. وخوای نه وخوایم نخوا. خیلی خوب روی نقش تخمین کار کردی؟ نه. خب بسیار خوب اجرا کن ببینیم چی کار کردی. هایی من وخوام برم این سهراب وکشم. خب تو نمیتونی این کار رو بکنی، در واقع سهراب پسر تو هستش. خب ها پس ای من وخوام برم این رستم وکشم. آب دست بر قضا این کارم نمیتونی بکنی، برحال میدونی رستم همسر تو هست نمیتونی بکشیش. ها پس ای توی نمایش مسخره تو کی وکشه؟ ببین تو این نمایشنامه فقط یک نفر کشته میشه، اونم در واقع سهرابه که به دست رستم کشته میشه. همین. ها خب پس ای که یانوش من بخوام نقش این رستم بازی بکنم که این سهرابه وکشم. بسیار خوب ببین حالا این کارو چشماتو ببند. نه چشماتو ببند. به این فکر کن که اصلا تو قرار نیست کسی رو بکشی. خب تو به این فکر کن که یک همسر فداکار برای رستمی و یک مادر مهربان برای سهرابی. حالا چشماتو باز کن، از طرف این زن حرف بزن. آقا داوود این سرویس ها چرا نمیان دنبال من؟ این کی بود؟ هایی یاسمن گلبانو. یاسمن گلبانو کیه؟ ها من نبدونم. نه ها که یانوش ببین من یه شرطی هم دارم برای که تو این نمایش بازی بکنم. چه شرطی؟ ها ای که شوهرم نویسنده نمایش باشه. خب شوهرت که منم نویسنده نمایشم دیگه. بعد ها خب ای خب ای من یه شرط دیگه هم دارم. چه شرط دیگه ای بفهم؟ ها ای که برادر شوهرم هم نویسنده این نمایش باشه. مگه من برادر دارم؟ ها خب نه. ها که یانوش ای من یه شرط دیگه هم دارم. چیه؟ ها ای که جاریم هم ای بازیگر باشه. من تو این دیوونه خونه چی کار میکنم؟ خب من شروع کنم؟ به شما گفتم شما تشریف ببرید، اگر نقشی باشه من خبرتون میکنم. یعنی من تست ندم؟ نه من نمیخواستم مزاحمتون بشم، گفتم شاید یه وقت بخواید دنبالم بگردین، برای همون گفتم من خودم زودتر بیام. نه 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 پس با اجازه. نه بفرمایید. چنین و گفت رستم به اسفندیار خوب بید. جان چنین و گفت رستم به اسفندیار خوب بید.
خب البته خوب که بید، بله، ولی به هر حال راوی شاهنامه باید یک لحن حماسی تر و جدی تری داشته باشه. بله من که نوخوام راوی بشم. ببخشید میخواین چی بشین شما؟ من وخوام نقش رودابه رو بازی بکنم. بسیار، الان رستم رو بازی کن. رستم بازی بکنم؟ بله. ای رستم، ای قهرمان، ای ابر هیکل، ای بادی بیلدینگ، ای پسر وکش. الان رستم بود بازی کردیم. کیانوش، پس چی رودابه بید؟ نه بسیار، خب ببینم سهراب هم میتونی به همین خوبی رستم که بازی کردی بازی کنی. اجازه بدی حس بگیرم. ای سهراب، ای قهرمان، ای ابر هیکل، ای بادی بیلدینگ، ای پسر چی به دست پدر وکشته. واقعا خسته نباشید، متشکرم. ای کارگردان، ای خسته، ای زیونزارموش، ای پیتر بروت، برو. ای امنات شیمالان، برو. ای چی بچم دیگه به تو آخد، ای جل وزن، برو. ای اینش داست رو برو، یکی دو اندازه بیرون، برو بیرون، ای ززا، باشه برو بیرون، ای قربانت برم. ببین کوروش، یه لحظه اجازه بدین، این مال نقطه چین بود. ببین کیانوش، اینو آوردم اینجا ازش یه تست بازیگری بگیری، میخوام ببینم چی کار میکنی. بله بله بسیار خوب. بله بله. رستم رو میتونیم بازی کنیم؟ بله حتما. من سهراب رو، رودابه، نقش دیوار، شلغم، بوغ 1921، اصلا کپسول استعداد بودم. سردار چه کنم باش؟ ببین کیانوش جانم، این سفارش شده از حواست هست، داییش هم چه خبر شده؟ بله دایی ها که ارادت داریم. بله بله بله، خواهش میکنم. چهش حتما بفرمید. خب الان بازی کن. خود دارم بازی و کنم دیگه. این چه جور بازی کردنیه؟ ببخش هایی بازی از زیر پوستی بیده، تو نفهمی. صحیح، بسیار خوب. حالا همینطوری به صورت زیرپوستی عصبانی میتونی بشی؟ الان بازی کردی؟ ها. بسیار خوب. حالا خوشحالم میتونی بشی؟ میتونی بدوی همینطوری زیرپوستی؟ واسا واسا، از نفس افتادی. بشین همینطوری؟ پاشو، برو، بیا، بخواب، آب بخور. خب بسیار، ببین شیر فرهاد، من برای نقش رستم روی تو فکر کردم. فقط یه مقداری باید اکتت بیشتر باشه، باید فعالیتت بیشتر باشه، میدونی؟ ها من نوتانم. سلام. سلام. خواستم بگم که برای من نوشتین؟ ها برو بیرون، خب اینجا ضبطه. من نبفهمم، من هیچی نبفهمم، من هیچی نبفهمم دیگه. آه اینه. سرناز وگام نگاه بکن، این قیافه، این چهره به آکتور شدن بیاد. شما قیافتان خیلی فوتوجنیک بید. ها میگم خیلی حیفه شد که این چهره دیر کشفه شد، وگرنه سالها پیش من نقش اسپارتاکوس بازی میکردم. ها نه، من از این نقش خوشم نیاد، اینا خیلی سوسولی بید. من نقش خرس دوست و دارم بازی بکنم. حرف من فسکو در من نکن، این حرفا چیه وزنی؟ خجالت بکش. ها نه، مگه خرس از خودشان خجالت در بکنن؟ ها ای داده باز وگوام، اینا چرا اینقدر دیر بکردن؟ های نه، حتما این کیانوش از خودش مقاومت در بکرده. کیانوش غلط وا کرده که جلوی شیر فرهاد من مقاومت از خودش در بکنه. حرفای واسه. آه من چه بدونم. آه جواب آمد. آه منو برم کنی چی کارم داری؟ کجا بیدی شیر فرهاد قدیه وا کرده؟ خیلی رفتارتون زشت و غیر انسانیه. چطوری داماد قشنگ و خوشتیپم؟ حالت خوبید؟ دلم برای تنگ شده بید. از شیر فرهاد خواهش بکردم تو رو ویاره تنگ دل خودم وشینم. بله بله، خیلی صمیمانه منو آوردن تنگ دل شما. بله بله، شنیده بیدم این روزا سرت خیلی شلوغ بید. بله از احوال پرسی های شما. بله برحال
میدونین در واقع تنظیم و آداپته کردن نمایشنامه رستم و سهراب کار آسونی نیست، باور بفرمایید خیلی سخت است. حالا این بعد یه عمری کار بکرده داره جانش در بیاره. تو نودانی فعالیت فکری چه انرژی از آدم وگیره. خب بله باور بفرمایید. بله بله باور بفرمایید سخت هستش. من وقتی که استقبال شما رو از هنر در برره دیدم باور کنید دیگه خستگی حالیم نیست، از صبح تا شب دارم برای این تئاتر کار میکنم. وگوام کیانو جان در انتخاب بازیگار چیکار بکنید؟ خب این خیلی مرحله سختی هستش، ما باید بررسی های انجام بدیم ببینیم چه کسی به چه نقشی میخوره. هایی بررسی که و گفتی خیلی خوب بوده، الان برای من چه نقش شیوه داری؟ خب هنوز که بررسیامون تموم نشده، اجازه بدید که من اصلا قول نقشی رو از حالا به کسی ندم. ما که فامیل بودیم چی؟ بازم قول نبدی؟ باید نقش بدی دیگه. سالید باز از اون حرفا زدی شما ها، من به هر حال ضوابط رو بر روابط ترجیح میدم در واقع. میدونی شاید کسایی باشن که قابلیت بیشتری داشته باشن. کفش بزنم تو صورت این که این دماغش پختر بشه. یعنی چی؟ من نمیفهمم. گوش وگیر بذار من روشنت بکنم. ای چو تو کارگردان و شدی باید نقشای اصلی رودی به ای فک و فامیلت. الان مفهومه؟ مفهومه، ولی این کاری که شما الان از من خواستین انجام بدم اسمش پارتی بازیه. قرتی بازی غیر ریخت خودت بودم. همینی که گفتم و گوچش. آخه نمیشه، آخه نمیشه، باور کنی اسمش پارتی بازیه. تو که نبخوای که داماد ما نومونی، البته ومونی. بله خب بله. گوش بگیر ببین چی میگم جانم. توی ای فک و فامیل بله کسایی هستن که قابلیت زیاد دارن برای بازی. بله. اینا که تو باید همین نقشای اصلی را بین همین فک و فامیل تقسیم بکنی. مفهومه؟ بله خیلی صمیمانه منو آوردین اینجا که خیلی دوستانه مثلا از من دارین تهدید میکنین منو. حرف سیاسی از خودت در نبکن. بوام و دعاشم دارن راجع به مسائل خانوادگی حرف بزنن. تو خانواده ما رسم میده هر که کارگردان بشید نقشای اصلی رو وده به فک و فامیلش. این یکی هم مفهومه. بله من عاشق رسومتون هستم، همینجور با زمان آپ تو دیت میشه، خیلی جالبه. رسوم ماره مسخره بکنی وخوای اون عینکته وکنم تو حلقه وخوای داماد خانواده ما ومانی باید این کارایی که و گفتی من انجام بدی. مفهومه؟ و الا تو رو از این خانه وندازم بیرون که فکر بکنم احتیاجی نبی. حالا میتونی بری. کیانوش گوش بکن، بازم به ما سر بزن دلم برا تنگ بشه. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ متشکرم. خسته نباشین. کجایی آقا؟ 4 ساله دارم دنبالت میگردم. عزیزم من 100 دفعه به شما گفتم شما باید اجازه بدید ما بررسی کنیم ببینیم که چه کسی برای چه نقشی خوبه. اینقدر عجله نکنین. آقا کیانوش من متوجه هستم. خواستم بگم که شما اگر بتونید یه نقش خوب به من بدید بله. من حتما از پسش برمیام. من خیلی استعداد دارم. بله. خواستم بگم که یه خورده بیشتر به فکر من باشید. بله حتما ما هم داریم در واقع بررسی میکنیم بر اساس قابلیت هایی که شما داری میخوام یه نقشی به شما واگذار کنیم. آقا کیانوش من متوجه هستم. ببینید اصلا راستش من دیگه از کار کردن تو این ژاندارمری خسته شدم. خب باز اولا یه خورده موقعیتم بهتر بود ولی از وقتی این دوباره را اومده من حسابی کم رنگ شدم. بله اینو همه میدونم. بله شما سعی کنید که یه نقش خوبی برای من بذارید که من بتونم توانایی‌امو بیشتر نشون بدم. باش آچر داد میزنی بی خودی. باش اجازه میدی من برم؟ نه نمیتونم اجازه بدم متاسفانه. برای چی؟ من اصلا اومدم شما رو بازداشت کنم. برای چی بازداشتم کنی؟ این دوباره گفت برو این کیانوشو بازداشت کن برد بیار اگرم نیامد محکم بزن تو سرش. حالا هر جور راحت. نمیخواد بزنی تو سرم، خودم میام. بریم. آره داشتم میگفتم من اگر جلوی من نمیگرفتن بله. اگر جلوی استعدادای من گرفته نمیشد بله. اگر در نطفه خفه نمیشد من الان یکی از آکتورای بزرگ سینمای ایران بودم. بله بله بله. برای چی؟ برای اینکه من استعداد خیلی زیاد دارم. بله. یادم میاد تو دبستان تئاتر کار میکردم. تو همتون تو دبستان تئاتر کار میکردم. معلم اون یه روزی بهم گفت عجب گردون خودی خفنگی بیده. من به این وضعیت اعتراض دارم. آخه این چه کاریه میکنه؟ به چه جرمی آخه منو بازداشت کردی؟ الکی آدم رو بازداشت میکنی میاری اینجا؟ واسه تو داد و هوار نکنی. کجا نشستی تو؟ من هوار میزنم بی قانونی حدی داره. به چه جرمی منو الان آوردی اینجا؟ حالا چیکار برداری بگو؟ ببخشید شما بنده رو بازداشت کردین آوردین اینجا. من نگفتم.
من کی نگفتم حرفی مافی از خود در نکنم. بابا همین نیم ساعت پیش گفتی برو کیانوش دستگیرش کن مرد بیا. آه نیم ساعت پیش هم چیم وگوی که انگارم یک ساعت پیش میده. از این نیم ساعت پیش تا الان واسه آدم کلی افکار عجیب غریب باز تو ذهنش و اومد. البته من میدونستم شما نیازی برای دستگیرش نداری، من خودم آوردمش راجب اون تئاتر، برنامه هنری که آقا کیانوش قراره اجرا بکنه. تئاتر کن. یادم نمیاد همین الان برای این کیانوش چورمنگو بیارش اینجا باش کار بدارم. اینا هاشش ببینم شما گردن خودتون مثل که عوض کردین از جای دیگه میگیری، من اینجا نشستم. شما اینجا میدی از کی تا حال اینجا؟ ها بفرما چیکار می‌داری با من؟ باور کن من الان هم خودمو می‌کشم هم شما رو. تفنگ تقران کجا؟ یادم نمیاد بخواستم بگویم که این در مورد تاعت شما چیکار بکردی؟ دارم روی نمایشنامش کار میکنم فعلا یه سری. من فقط بگویم باید من یه رول بدی وگرنه من نوز دارم. همینو فقط من گفتم. بابا بسیار خوب باشه. حالا ببینم چی کارش میکنم. بس آور رو دیگه حالا کارتو بکن. میدونین که چقدر تو را براتون توضیح دادم. اصلا شما که بعد شما از دوره دبستان و مهد کودک شما برفت. خواهش میکنم تمام میکنم. بس من قربان شما. تو هم ورو من بخوام یه قرف فاز بگیرم دیگه. ورو بابا خرابکاری کردی. آبا نیست تو قربی. خدا و قبر کتا کلا میشون بچا. تو هات بازی نکنی کیانوش. کیانوش من اینجا. سلام را خورد و خاش. سلام. ببین اگه اومدی در مورد نقشت با من صحبت کنی بذار باشه برا بعدن. اصلا من اعصابشو ندارم. نه نمیخوام در مورد نقشم صحبت بکنم. اومدم بعد بسه. بابا چی کار میکنی؟ سلام آقا کیانوش. آقا کمک کن. داریشون دستم به دوباره. کمکم کن. سلام آقا کیانوش چطور میدونی؟ سلام چی میگم داره منو میدازه. خب دارم و بینم. وام بو حالا شما مطمئن بیدین که این کار درست بیه؟ خب معلومه که درسته دخترم، تو اصلا هر کاری رو که بخوای درست انجام میشه و درسته. من خیلی بترسم آخه، ودنی اون که اخلاق درست حسابی نداره، اگه بهش بر بخوره چی اون وقت چی کار بکنی؟ ببینم دخترم فکر میکنی بابات مرده؟ مگه من میذارم تو این تاعت نقش نداشته باشی؟ بابا این چه کاریه با من میکنی؟ آخه با من چی کار دارین شما؟ عیبی نداره پسرم، گریه نکن. ببین من کیوون فرستادم تو رو کولت کنه بیارت اینجا که خسته نباشی. خب بابا فقط یه گوساله واس داشتی. یعنی خیلی ناراحت نباش. حالا میخواستم دوست داشتم که اصلا پیش ما باشی ببینم چیکار میکنی چیکار نمیکنی. خب حالت خوبه؟ متشکرم، خیلی ممنونم. میخوام 100 سال سیاه منو دوست نداشته باشی. برین سر اصل مطلب، میخوام برم به درد خودم. ببین کیانوشون اصلا اینجوری حرف نزن، ما اصلا دوست داشتیم که پیش ما باشی، مهمون ما باشی. متشکرم، برین سر اصل مطلب. خب میگم این با اینکه یه چیزایی نفهمه ولی باز یه چیزایی هم بفهمه. آره. بگو برا. اجازه بدی من توضیح بدم. آقا کیانوش این برای ما خیلی مهم و حیاتی بید که در این نمایش نقش‌های مهمی رو ایفا کنیم. چیکار بکنیم ببخشید؟ ایفا کنیم. آها فهمیدم. بسیار خب بله. خب ببین کیانوش جان، ما میخوایم تو حواست باشه، هوای ما رو هم داشته باشی و الا اون اتفاقی که نباید بیفته میفته دیگه. مثلا چی میشه؟ اگه به ما نقش نبدی، ما نقش نبد داشته باشیم، کاری وکنیم که لیلون و شیرفرهاد از هم جدا باشیم. این به من چه رفتی داره؟ اتفاقا این خیلی خوب حرفیه، ولی خب ما یک کاری میکنیم شادونه از سالار جدا بشه. خب دست برغزا اینم اصلا به من رفتی نداره. دیگه داری حوصله‌ام رو سر میبری دیگه. کیمون بکشش. خب ببینم چقدر باهاش هر چی میگی گوش میدم. اجازه بدی باشه هر چی. چیزی من الان داری منو تهدید میکنی نه؟ خب ببین کیانوشان، مثل این که حرف هم دیگه رو فهمیدی و به توافق رسیدیم، حالا برو ببینم چی کار میکنی. آره حواستو جمع کن فقط. بدبخت. میگم بابا کاشی وزاشته بودی خفش وکردم، یه ذره دیگه مونده بود وکشم. نه یه چیز جمعه کشتن نداشته. آره این متوجه شدیم. آره.
خب سکوت کنید دوستان لطفا. ببینید حقیقت اینه که در واقع مسئولیت انتخاب بازیگران این تئاتر خیلی سنگین بود و متاسفانه یا خوشبختانه به عهده من بود. متاسفانه از این جهت که در میون این همه استعداد بازیگری که من دور و بر خودم میبینم انتخاب چند تا بازیگر کار بسیار بسیار مشکلی بود و خوشبختانه به خاطر اینکه من با گزینشی عادلانه تونستم بازیگرا رو بر اساس توانایی‌های بازیگریشون و استعدادهای ویژه‌شون در امر بازیگری انتخاب بکنم. یه کف کوچیک به خاطر من برین تو کارش. میریم برای اعلام اسامی. شیر فرهاد پایین برره در نقش رستم. کیوان بالا برره در نقش سهراب. سالارجون جیگرطلا در نقش زال. جناب دوبرره در نقش افراسیاب. سهرناز بانو در نقش تهمینه بلند دست بزن. لیلون شیرفرهاد اینا در نقش رودابه. و بگوری در نقش راوی داستان. با حضور افتخاری ملک جک جون در نقش سخت و دشوار بازوبند رستم. دستو بزن، دستو بیار. ضمن اینکه کارگردانی و بازنویسی متن این کار به عهده بنده هست و تهیه کنندگی این کار که در واقع یک پروژه تاریخی هستش به عهده سردار جون. کفو بزن. قربانت برم سردار. ببین کیانوش این جان نثار نقشش چی شد؟ آره به دلیل اون سلفتی که بین شما دوتا وجود داره و نخواستم شما دو کبوتر رو از هم جدا کنم، ایشون پاچه خوار مخصوص تهیه کننده هست. ببین کیانوش این نقش به درد خودت بخوره. ببینم شما نقش سیمرغ رو میتونین بازی کنی؟ ببینم سخت چه نبید. نه فقط باید بال بال بزنیم. این خوب بید. این خوب بید. بسیار. ببخش این واسه سرجوخه ننوشتی چیز هم. نقش. با فقط رخش مونده بود. رخش. خب بازی بکنه اون. رخش رو بازی میکنه. بازی بکنه. این نقشش پر رنگ بید دیگه. خوشش بید. هر جا که رستم هست رخش هم هست. این دیالوگ هم نداره. آره فقط باید دو واحد زبان تخصصی بگذرونه قبل. این را سرجوخه این پوستش خیلی حساس بید. این گیری من بخواد یا نه؟ آره 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 آره. بسیار خب این متن هست. اینا رو تقسیم کنیم بین خودتون. بله. فردا ساعت 9 صبح همه تون آفیش هستین. آفیش خودت میدی. آفیش رو جد آبادت ها. همه تان آفیشین یعنی چه؟ آفیش یعنی این که فردا ساعت 9 صبح بعد اون فردا ساعت 9 صبح آفیشین یعنی فردا ساعت 9 صبح بعد یه جایی باشی. خب فردا جلسه اول تمرینمون منزل سردار خان ساعت 9 صبح همه تون آفیشین. فهمیدین؟ آفیش خودت میدی. به جان خودم اگر فهمیدین. راوی راوی کجاست؟ راوی ها بگیم بیا داخل. راوی دارم بیان. بی چقدر تو داد وزنی؟ خب نیم ساعت منتظر شما این ما. داشتم پنکیک وزنم به صورتم. پنکیک وزنیتی به صورته؟ مگه اجراست؟ برای اجرا گیریم میکنن. ما آخه اگه بخوام حس بگیرم بعد گیریمم کامل بشد. اگه نبخوای ورم ها حالا بگیم دیالوگتون رو بگیم بفرمایم. خب فخوام براتون داستانی در بکنم از شاهنامه. یه لحظه اجازه به من بدین. اونجا من چی نوشتم بخونی؟ خب فخوندم دیگه. فخوام براتون داستانی در بکنم از شاهنامه. من اونجا نوشتم داستان رو در بر میکنن؟ داستان رو نقل میکنن. داستانی از شاهنامه برای شما نقل کنم. داستان رو که نقل نبکنن. داستان رو در بکنن. داستان رو نقل میکنن آقا. نخی در بکنن. آ داستانو نقل میکنن. آقا سرداشون شما که چیز میگو. بابا در بکنن. نقل که نمیکنن که. آقا اگه من کارگردانم میگم داستانو نقل میکنن. من اصلا راوی نباشم. باید غربی دارم. خدافظ. کجا رفتی تو؟ کجا رفتی؟ خب راست میگه دیگه آقا بهش بر میخوره. بهش توهین میکنی عزیز من دیگه. سرداشون شما تهیه کننده باید هوای کارگردان داشته باشی. اینجا بغل من نشستی که من همیشه طرف حق رو میگیرم. کیانوش هم حرف حق میزنه. رودابه رودابه بیا تو. ببخشید چرا اینقدر اینور اونور میرین؟ شما دیالوگتون رو بگین. ببینید آقا کیان شما حس منو و پروندی. من داشتم حس و گرفتم یه بازی زیر پوستی و کردم.
حس گرفتن که اینقدر این ور اون ور رفتن هر لطفا دیالوگتون رو بگین. زالی زالی خب چرا دیالوگتو نمیگی سالا؟ من دیالوگام وپریته. بله؟ من هر جمعیت که وریدم دیالوگام وپریت. جمعیتی اینجا وجود نداره. سردار تو که با من نگاه وکنی من کب وکردم. ای بابا. خب شما دیالوگتون حالا بگین. بازی پلد نبید آخه ایک. ظالیم. صداد بکردم و یای یک کم با هم حرف در بکنیم. حرف در بکنیم نه با هم حرف بزن. ببینیم من نوشتم حرف بزنیم. بابا شما نفهمید. حرف رو در بکنن. حرف رو نبزنن. بسیار خوب باشه. حالا میخواییم با هم حرف در بکنیم. راست میگه دیگه در بکنن. باشه هر چی شما میگین ادامه بدیم. بسیار خوب بله. شما جواب بدید. زالی زالی صداد بکردم با هم حرف در بکنیم. ای بابا. نبید آخه ای کی بید آخه آورده بیدین شما هی حس منو وپرونه بابا این کاراکتر خیلی بد بازی بکنه این کست شما خیلی خیلی بد بید من اینطوری نوتونم آخه این کی جای شوهر من آوردی بازی بکنه این نوت سالش بید خجالت بکش اولا من 40 سالم بی تازه چی تو خودت دماغت عمل بکردی من اصلا تمرکز نبکنم اب نداره من دیگه بازی نبکنم بسیار خوب بفرمایی حالا یه دفعه دیگه تمرین میکنی بفرمایی کار ای زالو گشنگ کار مو گشنگ کار چه جرفگو کار سبکو گوش بکو کیانو اینجوری نباشم ای کار اجازه بدیم ببینم چی میگی تو این وسط چی میگم کیانوش من سیمور بودم دیگه سیمور قارقار میکنه مگه ببینم اصلا تو سیمور ودیدی یا نه من ندیدم نه ودیدی خیلی خب پس از کجا ودونش که قار وکنید یا نکنید قار ببین من بازی نبکنم من تمرکز نبدارم اولا این میلون بازی خوری بکنم تو وقت تو هی از خودت حرف مفت در بکنی برو با هم گم برو قار یه دقیقه باسا بگیم گروه بعدی بیان تو گروه بعدی بگیم بیان تو شروع کنی خب پس چرا دیالوگ نمیگین قهرین هنوز با من شما نه بتونم تیمم 4 تا گل وخورده اصلا دل و دماغ ندارم خب همینه دیگه حالا دیالوگتو بگو لطفا داستان خداحافظی رستم از تهمینه و سپردن سرنوشت سهراب به دست تقدیر خب پس چرا شعرشو نمیخونی خیلی سخت بید نبتونستم حفظ کنم بایی شما از اول تا حالا اصلا چیزی حفظ کردیم همه رو کاغذ براتون می‌نویسم بسیار خب خسته نباشیم بفرمایید تازه هم مشکل ردیف و قافیه داشته بید شاعرش هم تازه کار بیده بسیار خب بفرمایید رستم و تهمینه تشریف بیارن داخل ببخشید شیفر این چیه چرا به شما آویزونه؟ ها این بازوبند رستمم. میخوای چیکار کنم؟ بذارم تو جورابم. نه متشکرم. میشه بازش کنید بذارید اونور تو تاخچه ما کارمون انجام بدیم. برو گوشه بشی تا صدات بکنم. متشکرم. بسیار خوب شروع کنید. سهرناز؟ نیو. سهرناز کات. ببخشید. سهرناز چیه؟ سهرناز کیه؟ نیو. هنوز 2 روز نشده کارگردان نشده سهرناز یادت برم. اجازه بده. شیفرها تهمینه است تهمینه رستم معرفی میکنم رستم تهمینه با هم آشنا بشی خوش رستم بچه منم همینطور بفرمایید حالا من بخوام برم سفر تهمینه های خوبه برو دوست دارم ای بچه من را خوب تربیت بکنی اسمشم وزار فرهاد اجازه بده های خوب باش اجازه بده اجازه بده فرهاد کیه؟ فرهاد کیه؟ سهرابه اسم پسر تو سهرابه نه این نباشه من دیشب خواب و دیدم که دوتا بچه و دارم اسم یکیشو گذاشتم فرهاد اسم او یکی هم گذاشتم فرهاد ببین اسم بچه تو هر چی میخوای بذار ولی اسم پسر رستم سهرابه خب؟ بسیار خوب حالا بعد این قسمت در واقع رستم به سفر میره ها یعنی میره تو کوه و جنگل و اینا این کارو میکنه ولی قبلش بازوبندش رو میده به تهمینه که ببنده به دست سهراب
ها یادت باشه موقع رفتن اینو وبری که بدی به او سهراب. نایی چشم. ها گوش بگیر، من ای که گفتی تو جاده و کوه اینا این نوشه. چرا؟ ها برای که دیگه خسته شدی بی سکانس ها را داخلی بکن. من تو این سرما سکانس خارجی نبگیرم. ها و بعدش چی باشه؟ اجازه بدیم. بعدش در واقع رزم رستم و سهرابه و کشته شدن سهراب به دست رستم. ها ای هم نوشد. چرا؟ برای اینکه این سکانس های شلوغ من نبگیرم، به پخش نبرسیم. خب این سهراب و وگو بیاد همینجا داخلی با هم گفتگو بکنیم. آی نه وگو هم که ای تو وخوای و ما خانه این بچه ها مانه بزرگ بکن من برم رزم. آی بهتر بیدا. و گرفتن رستم رخش را و اهلی کردن این اسب وفادار، سیه چشم و بربرش و گاودم، سیه پاچه و تند و پولادسم. خوبید؟ بفرم. گار گار ای سیه پاچه، گار گار ای یال گشنگی، گار گار ای سیبیل گیتان، گار گار. راضی بیده هدف من جلب رضایت تو بید. بفرمایید. بفرمایید. به به چه هوای خوبی. ببخشید بلندتر نمیشنوم. به به چه هوای خوبی. جون میده برای چرا. کات کات کات. تو هم که هرچی میشه کارت میدی که. اجازه بدین سرجوخه، من اون متنی که به شما دادم شما خونده بودین؟ بله آقا سه دفعه. خب من اونجا برای شما دیالوگ گذاشته بودم. نه خیر شما دیالوگ نذاشته بودین، اما من با اجازهتون یه چند تا دیالوگ اضافه کردم. دیالوگ اضافه کردین برای اسب؟ خب گفتم خوبیت نداره دیگه بالاخره. بله نمیشنوم. گفتم خوبیت نداره، فردا پیش رفقا برم بگم نشستم اونجا هیچی نگفتم، برای همین با اجازهتون چند تا دیالوگ اضافه کردم. سرجوخه شما دارین نقش اسب بازی میکنی، اسبا عموماً حرف نمیزنن. البته ببخشید آقا شما کارگردانین، درست نیست من تو کار شما دخالت کنم، ولی خب رخشم که همین اسب معمولی نبوده، اسب اسب رستمه، به هر حال کمی هم باهوشه دیگه. اسبی هم که باهوش باشه حرف میزنه، بعضی وقت البته حرفم میزنه. رستم بیا تو، رستم بیا تو، رستم. آی عجب اسب خفنی بیده. ها تو کی هستی؟ مخلص شما من رخشم. ها منم زرو بیدم. چه خبر ها؟ سلامتی، اومدم یه چرخی بزنم یه هوایی بخورم. ها خوبی خانواده خوبه. چی کار داریم میکنین الان شما؟ ببخشید کات، چی کار داریم میکنین الان؟ ها ما داریم این دیالوگ بگوییم. ببینم نمیخوایم بگین اینا تو نمایشنامه بوده که. ها نه ای داریم از خودمان ای بداهه در بکنیم. اینجا تلویزیون نیست، تئاتر صحنه است. آخه نباشد که ما به هم ورزیم هیچ سلام علیک نبکنیم. آره. هیچی نبگی. من نمیدونم آخه آدم با اسب چی میتونه بگه. ها خب با اسب چرا تو اینقدر عقاید نجات پرستانه داری؟ نمیدونم هر غلطی دلتون میخواد بگو افسرشو بگی ببر بیرون. بیامد ز صندوق مرد دلیر، یکی تیز شمشیر در چنگ شیر. ماجرای بزرگ شدن سهراب و بستن بازوبند پدر بر بازو بید. خوبی؟ بلنشو آقا چیز اضافه نکنم، بلنشو برو. بزرگ بشیدم. خب من دیگه ورم هم جنگ. هایی به کجا بری؟ ورم با پهلوان سپاه ایران و جنگم. ها نه این نرو، او بوات میده، ها او رستم میده. نه یه لحظه یه لحظه، نمیشه که الان سهراب بفهمه رستم پدرشه که، نمیشه که. خب این چرا نباید بفهمه؟ خب واسه این که دیگه با هم مبارزه نمی کنن. خب این مبارزه نبکنن. خب دیگه سهراب
کشته نمیشه دیگه. های کیانوش وگو هم نوشه که ای سهراب کشته نوشه. اون وقت اون رستم و یاد اینجا همه با خوشی دوره هم زندگی بکنیم. اینم خیلی خوبه ها، اینجوری باشه. آقا چی میگه؟ یا عین این متن اجرا میکنه یا من میذارم میرم ها. ببین بچه ها شما عین متن اجرا کنید، تکلیف این آقا با من. ها خب ای تو برا جنگ فرزندم ای به درک بازوره زیاد بید هاینه بود وزنه و کشنده. هی میگه باز بج... من میگم نگو پدرشه. آه تو چرا همش منه دعوا وکنی؟ خب من نبرم جنگ دیگه، شما دسیسه وکردید منو وکشید، من نبرم. های فرزندم وگو هم که تو نرو، من خودم برم این سر بواته و برم ویام. ببند اون بازو بند ساب مرده رو به دستش برش رو ببر. خب بازو بند ویام. سب کن، سب کن کیانوشا، چرا واسه این بازوبند تو دیالوگ ننوشتی؟ و یا اومد به پیش افراسیاب که زودی ورو بوام و ویاب چنان گولش وزد خرزو خان که از او نماند هیچ نام و نشان. خوبید؟ آفرین وگو، ناز نفسه قابل نداره، 5 تومن بشه. حالا برو بعدن با هم حساب میکنیم، فعلا برو. چشم، خداحافظ. خداحافظ. خرزو کیه؟ مثل که متن تو ها داری هم من سوال میکنی. آها آها، متن منه، حواسم نبود. بله. گار گار و اینک سیمرغ تقدیم بکند. ای سیمرغ، ای بزرگ پرنده، ای فانتوم، ای جت بوئینگ، ای اف 14، ای خوش خط و بال. آفرین باری جلال پسند. ببین اینجوری بازی میگیره نبازی. بله قربانت برم، تازه این یک کیچیش از توانایی من بود، تهیه کننده عزیز. قربانت برم، ای کارگردان. کار اینجوری بازی میگه. البته سرجان نثار که احتیاجی به بازیگردانی نداشتم به هر حال. ببین کیانوشا، نمیتونی من خودم ادامه بدم؟ بفرمایید. آقا من یکم خندم بگیره، ببخشید. ها گول بخور. وگو سایتر، وگو کار بدارم. آقا خرزوخان به تو دستور بده که گول بخوری. افراسیاب. ها همون خرزوخان رو گفتم دیگه. افراسیاب. ها همون خرزوخان. گیر بدی چرا؟ افراسیابه. من نمیخوام اینجور. چرا عصبانی میشه؟ اینقدر در بند اسم نباش آقا جان من. ای چرا گیر به اسم میدی؟ همونه دیگه. ها همه اینقدر گیر بدی من حسم و پرید دیگه. ادامه بدی. ها خب. ها گول بخور، حوصله نبدارم. نبخورم. گول بخور به تو وگوامه، وقت نبداریم. پول بده. پول چی بدم؟ خب پول زور بدی تا گول. ها من الان بهت نبدم، تو اگر این فرمان روای بالا برارت نکنم، اگر این پایین براره یا شکست بدی. ها بالا براره کدوم گوریه؟ ها. پایین براره کدوم خراب شدی؟ ایران و توران، توران و ایران. بابا کیانوش جان ببین، اینا بازیگرن، اینا فعل بداهه چیزایی به ذهنشون میرسه میگن. قربونت برم، بالا براره و پایین براره و این حرفا دیگه حرف دیگه، اینو بازیگرن دیگه. من اصلا برم از این تا این تئاتر تو با مخ بخوره زمین. تو لباس منو باز بپوشیدی. آقا ادامه بده. ها خب گول بخور. پول چی بدم؟ پول زیر بدی دیگه. پول از کجا بیارم؟ خب بعدم بدی. حالا پول خوردم. حالا پول بدم. پول نمیدارم بعدم بدم. خب بعدم گول بخوردم. ها گول بخور. تموم بشد. خوب بود. لابد عالی بود. نبرد رستم و سهراب و کشته شدن پسر به دست پدر. دیر اینجا بید، هر کی بید بیاد اینجا پول زور بده. پول بدید، پایین براره یا بیاید پول بدید. ها ویاین، ویاین پول صاحب من رو بدین چرمنگ ها. اگه زبون خوشحالیتون نباشه ویاین. جون من میبینی عین بلبل داره دیالوگ میگه، نگاه کرد جون من. یه سوس بشو، یه سوس بشو.
دو تا ادای سوسک در بیارا همه تماشاگرا حال میکنن جان شما. شما لطف دروه کردید آقا. این نوبت من و شده. ها تو چه بگویی از خودت عربده در بکنی؟ پول وده، پول زور وده، آمدم پول زور بگیرم. ها پول زور از بوات بگیر. اگر فکر کردی که ای پایین براره ای ها تسلیم بالا براره ای ها میشن اشتباه بکردی. بی تربیت، حرفای نجات پرستانه از خودت در وکنی. ما هیچی نداشته باشیم میانگین قدمون از شما بلندتر بید. آه ای به قد نبیده که اگر مغز همه شما ای بالا برای ها را رو هم جمع کنن جمعش یک مثقال نباشد. عوض شما هم اگه مغز همه تان را جمع کنن نیم مثقال هم نباشد. کم آورد حرف من عوض هم دبخند. خودی خود وقفته که همه شما پای برده یارو وقتیشم. ها ای چیه رو لباست ریخته ایجا؟ کی ریخته؟ ها نگاه بکن. میبینم واسه سکانسای اکشن. ها این همه حالا حالیت وکنم موقع جنگ حالیت وکنم سلاح منو بده. شمشیر برا من وکشی. ها شمشیر وکشم. ها ایا بگیر ایا ای چیه؟ کلاغه چیه ایجا؟ کجا کلاغه؟ ایا و مرد. نه بمیر نه بمیر وزن هر وزن منه گول وزدی نامد همه شما پایین برده یا نامد بیدید. یه دقیقه وایسا ایش تو قیافت آشنا بیده کی بیدی؟ من بازوبند ای ویدم از بواش رستم بهش برسیدم. خب خیلی غم انگیزه ای من نمیتونم تحمل کنم دیگه. یه دقیقه صفق ای خاک و چوکم شد ای پسر من سهراب بیدم. بله ها نوامیر تو پسر من بیدی؟ تو من تو رو چرا نوشناختم؟ خب آخرین باری که منو بدیدی مهد کودک برفتم. حالا نبمیر دیگه حالا نوشه خیلی خون ازم برفته. نبمیر نه تو هم میخوای که اگه پول ود بدم زنده و مانی؟ آیا چقدر بدی؟ پول ودم دیگه. پول خوبی. باشد حالا ای چی بریم ای کافه یا آب نخودی با هم بخوریم پولت همون جا بدم. ها بریم ها خیلی خوب بریم. ای تمام بشد. نه اونم تمام بشد. تمام بشد. ای وری باید ای تعظیم بکنیم. ای بگور. کار آلمو. کار. تعظیم بکن ای ورده ای. خیلی دوست دارم من تئاتر خیلی. ای پاچه ای سیمرغ ای برش ای بروک میدوید کجا بیدی جیگر؟ یک ساعت و 60 دقیقه از دنبالت نگردی. این چرا ما هر وقت کارت و داریم غیبت بزنه ها؟ این تو کی میخوای دست از این کارات برداری؟ بی خود زحمت نوکش ای که نبافهم. ای بابا هیچ کی حق نداره اینو اذیتش بکنه. این جیگر من بید راشی فرهاد بهش بگو چی شده. ها گوش بگیر علاوه یه نامه علاوه برای ما برسیده از بخشداری مرکز. ایجا نوشته که از همون دعوت و کردن که توی جشنواره سینمایی استانی شرکت بکنیم. آینه حالا ما بخوایم که یه فیلم سینمایی هم بسازیم. و قرار بر این بود که تو کارگردان فیلم باشی و همزمان با تمرین این تئاتر اون فیلم هم شروع بکنی. نه حالا تو به یه فیلم نامه فکر و که تو ما بر بگردیم. ها پاشی بگردیم. قربونت باشم جیگر. آها
ای سینماتوگراف، ای کیا تارانتینو، ای رودریگوئز، ای کوستا گابراس. آی بیا بریم دشت. کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش ها داره. های بله های بله بیا بریم دشت. کدوم دشت؟ همون دشتی کفو برین تو کارش تو خوناتون. های بله بچه خرگوش به پایش ناداره.